علاوه بر ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آرژانتین، مصر و اتیوپی هم از سال آینده به عضویت کامل و دائم بریکس در می آیند. محمد جمشیدی معاون ابراهیم رئیسی با تاریخی خواندن پذیرش ایران به عضویت بریکس این پذیرش را به رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران تبریک گفت. بریکس که شامل کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است، 40 درصد جمعیت جهان و 25 درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تنها رهبر غایب در نشست بود زیرا به خاطر صدور کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه حقوق بشر در ارتباط با کشتار غیر نظامیان اوکراین تحت پیگرد قرار دارد و چنانچه به جوهانسبورگ سفر می کرد احتمال بازداشت او از سوی پلیس بین الملل بسیار زیاد بود. از رویدادهای غیرمنتظره نشست جوهانسبورگ غیبت شی پینگ در جمع سخنرانی سران بود و اینکه سخنرانی او را وزیر بازرگانی چین در حضور سایر سران ایراد کرد. پکن هیچ دلیلی برای این غیبت ناگهانی ارائه نکرد. بریکس در سال 2009 به عنوان یک گروه از کشورها با بازارهای اقتصادی رو به گسترش شکل گرفت که تا اندازه ای گرایش ضد غربی دارد اما حضور دموکراسی های هند و برزیل و آفریقای جنوبی مانع از آن شده است که این گروه یک سره در کنترل دو قدرت غیر دموکراتیک روسیه و چین قرار بگیرد سیران شرفی صدای آمریکا